اندرس فوق رسموسن دبیر کل ناتو که در پایان نشست سران ناتو در یک نشست خبری ظاهر شد کمبود هزینه 4 میلیارد و 100 میلیون دلار برای تامین مصارف نیروهای افغان را رد کرده گفت خوشحال است که شماری کشورها به تازگی قول کمک داده اند. من نمیتوانم تایید کنم که ما برای تامین مصارف نیروهای افغان به کمبودی مواجه هستیم. در حقیقت این نشست برای تعهد کمک مالی نبود. ما شاید تعهد تشویق کننده کمک مالی بودیم. من باور دارم ما در مسیر درست برای رسیدن به هدف جمع‌آوری سالانه حدود 4.1 میلیارد دلار برای تامین مالی نیروهای امنیتی افغان قرار داریم. این خبر مثبت است. For the financing of Afghan security forces. So it's actually a positive story. آقای رسموسن در مورد کاهش نیروهای امنیتی افغان پس از سال 2014 از سقف 352 هزار تن به 228500 تن گفت هنوز تصمیم نهایی در این مورد گرفتن نشده و این موضوع وابسته به شرایط امنیتی آن زمان خواهد بود. Next on the number of Afghan security forces in the longer term perspective. در مورد شمار نیروهای امنیتی افغان در دراز مدت باید گفت فرضیه کاهش شمار این نیروها به 230 هزار تن تنها تذکر یافته ولی دقیقا هیچ تصمیمی گرفتن نشده است زیرا شمار این نیروها در آن زمان وابسته به اوضاع امنیتی ظرفیت و توانایی های آنان خواهد بود. اکنون ما می خواهیم رقم این نیروها را به 350 هزار تن برسانیم. من باور دارم ما باید این رقم را برای چند سال حفظ کنیم اما باید گفت در دراز مدت ما به این رقم نیرو نیاز نداریم زیرا اوضاع امنیتی بهبود می‌یابد و ظرفیت نیروهای افغان نیز افزایش می‌یابد. از سوی هم فرمانده نیروهای ایساف در کابل کاهش رقم سربازان افغان را چالش برانگیز نمی‌داند بلکه چگونگی کاریابی برای آنان را نگران کننده می‌خواند. Over an extended time frame. چالش این نیست که نیروهای افغان کاهش می‌یابد. آنچه که چالش بزرگ محسوب می‌شود این است که نیروهای افغان وظیفه‌شان را از دست می‌دهند. اکنون ما در تلاش هستیم افرادی که وظیفه خود را از دست می‌دهند پس از آن مصرف کار شوند. در افغانستان بر علاوه این افراد بیشتر اشخاصند که از تحصیل محروم و بیکارند و در افغانستان بیشتر چانس برای کسانی وجود دارد که از نعمت سواد برخوردارند. In military tasks and become elements of a reserve. با این همه آگاهانه نظامی کاهش نیروهای امنیتی افغان را پس از سال 2014 هنگامی که نظامیان بین المللی افغانستان را ترک می کنند یک اقدام منطقی ندانسته تاکید دارند با توجه به اینکه هنوز سراسر افغانان در پاکستان از پایگاه امن برخوردار هستند و تلاش دارند برای تجدید حملاتشان به کمک عناصر در حکومت این کشور همزمان با خروج نیروهای بین المللی در افغانستان شدت بخشند.